در تاجیکستان گمراه ساختن ذهن های جوانان نورس ادامه دارد. همین طور سنه 19 دکبر در قلمرو تاجیکستان فیلم هنری مردی راه درباره رحمان نمایش داده شد. نمایش فیلم مذکور با تشبوسی کمیته آید به کارهای جوانان و ورزشی تاجیکستان و شبکه دولتی تیوی سفینه پیشکش کرده شده است. تماشاکنی آموی فیلم مذکور در همه شهر و ناحیه های کشور با جلب زیاییان، دانشجویان و خوانندگان مکتب های میانه در نظر داشته شده است. دعوت کرده که اومدیم کلش تربیت کنیم. کدوم فیلم تماشا میکنیم؟ فیلم حالا نمیدونم چی شد فیلم. معلوم نیستم. میدونم به همه بینیم. یک قسمی تماشا بینان حتی نمیدونستن که به تماشای فیلم در خصوصی رحمان آمدند. اکثریتی تماشا بینانی ناچار در همصحبت با خبرنگاران نقل نمودند که آنها را برای تماشای فیلم نامعلوم فرستادند. در محاسبه با خبرنگاری شبکه نستایش وریم دکتر علم های حقوق شاکر جان حکیموف اظهار نمود. رژیم های حکم روا در سیستم توتالیتاری عنصرهای گوناگون گمراه ساختن ذهن ها را به کار می دارند و کوشش می کنند که با مدح کنی شخصیت با پرستش سرداری کشور مشغول باشند. یادرس میکنیم که تبلیغات مدح کنی شخصیت رحمان امروز به یکی از قسم مهم سیاست داخلی رژیم تبدیل یافته است. بنابراین کتاب ها در خصوصی رحمان، واخری های با دبدبه و مدحیه ها از طرف منصبداران در تاجیکستان یک کاری عادتی شده است که کسی را به حیرت نمیگذارد. رسول وحدت ملی پیشوای معظم ملتمان محترم امام علی رحمان می‌باشد.